خب با نوت یه مقداری آشنا شدیم و متوجه شدیم که حالا مثلا بکت منظورمون اینه که خب با دیتابیس کار بکنیم و غیره تو این ویدیو میخوام بیام راجع به این که خب حالا این محیط برنامه‌نویسی که من میخوام باش کارا رو شروع کنم چجوریه و خب چه چیزایی ها من لازم دارم و خب چجوری میتونیم مثلا ورژن مختلفشون رو نصب کنیم خب برای شروع ما اول از همه خب لازم داریم که یک ادیتور داشته باشیم یه خب ادیتوری که من توی دوره استفاده میکنم اسمش هست VS Code یا Visual Studio Code که خب اگر داخل وبسایتش بشید و سرچ بکنید میتونید به عنوان یک حالا کد ادیتور دانلودش بکنید و نصبش بکنید خب همونطور که مثلا از شمایلش هم مشخصه این در اس با مایکروسافت آماده شده شما میتونید نسخه های مختلفش برای ادیتورهای مختلف رو داشته باشید حالا مثلا بعضی هستن که شاید ادیتورهای های دیگر رو ترجیح بدن ولی خب الان مثلا وی اس چیزی هستش که به نظر میاد بیشتر برنامه‌نویسا دارن ازش استفاده میکنن خب حالا مثلا اگر بعد از اینکه نصبش کردید خب اینجا خیلی راحت میتونید دانلودش بکنید نصبش کنید و بعد از اینکه دانلود و نصب شد شما میتونید با مثلا با اسم VS Code پیداش بکنید و بازش بکنید که حالا مثلا بخواد ببینید که چه کدی میخواد بزنید خب بعد از این که باز شد شما یه همچین محیطی رو دارید که میتونید خب سری تنظیمات داشته باشید راجع اینکه حالا این تیمی که در استفاده میکنه و مثلا حالا اینجا دارک هست پروژه مختلفی که من باز کردم و خب میشه نیو فایل زد و غیره و همه این کارا رو خب به راحتی میتونید داخل این ادیتور مثل ادیتورهای دیگه داشته باشید و انجام بدید و اینجا خب اگر سرچ بکنید یعنی من الان دستور کامن شیفت پی رو که زدم میتونم حالا این محیطی که اینجا هست رو ببینم حالا من شورتکات ها دارم استفاده میکنم شما مطمئنا میتونید که برید و مثلا شورتکات هایی که مربوط حالا به اون اه مثلا اگه تو ویندوز استفاده میکنید خب احتمالا باید کنترل شیفت مثلا پی بزنید این دستوری که میخوام مثلا اینجا استفاده کنم میتونم مثلا بگم که اینستال کد و میبینید که خب شل کامند کد وقتی که کلیک بکنم نصب میشه و میگه که داخل پث قرار میگیره خب چیز دیگه ای که ما برای اینکه بخوایم باش کار بکنیم لازم داریم اینه که بخوایم با یک محیطی به شکل ترمینال کار بکنیم خب خود مک یا مثلا اگر با لینوکس دارید کار میکنید خب مطمئنا یه چیزی به اسم مثلا ترمینال داره که خب این ترمینال دیفالتی هست که مک داره و خب اینجا مثلا دستور پی دبلیو دی میتونید ببینید که داخل چه فولدری هم هستیم ولی خب من برای پروژه ها از آیتم استفاده میکنم که خب اگر آیتم رو من باز بکنم میبینید حالا این تنظیماتی هستش که اینجا وجود داره و حالا میتونم pwd اینجا بزنم و خب پس میتونید آیتم رو سرچ بکنید آیتم رو نصب بکنید این چیزی است که من استفاده میکنم خب مطمئنا اگر تو ویندوز هستید میتونید از ویندوز شل استفاده کنید نصبش کنید و از اون کار بکنید و خب این در از آیتم کاری امکانی که به من میده اینه که من میتونم دستوراتی که حالا میخوام مخصوصا توی بکند باشون کار بکنم رو اجرا و از وقتی که نصبش بکنید خب یه مقداری ظاهر متفاوت تری داره و خب شاید لازم باشه که بخواید حالا مثلا از چیزایی که میبینید یه همچین ظاهر خیلی ساده ای داره اگر بخواید میتونید خب مثلا من چون پاورشل رو, رو روی آیترم دو نصب کردم میتونید با این کار به حالا اون آیتمی که من دارم استفاده میکنم برسید و یه همچین شکل و شمایلی رو داشته باشید خب میبینید که اینجا مثلا حالا برای نسخه مک داره توضیح میده که چجوری میتونید پاورشل رو نصب بکنید و خب فیچرهای مختلفی که میتونید به اضافه بکنید پس من دارم یک از اس کود استفاده میکنم دو دارم از آیتم استفاده میکنم و خب این هم که مرورگر کروم هست که خب مطمئنا میشناسید و میشه باش کار کرد توی پروژه ها و خالق قسمت های مختلف یه سری ابزارات دیگه هم هستش که خب در کمک به نوجیس حالا مثلا برای داکیومنتیشنش و غیره هست که خب وقتی که به ویدیوهاش برسیم مطمئنا از اونها استفاده میکنیم خب این دوره راجب چیه؟ راجب اینه که ما میخوام نوجیس یاد بگیریم درسته؟ پس یه چیز دیگه که لازم داریم اینکه حتما نصب بکنیم خود نوت جی اس هست من اگه سرچ بکنم توی گوگل نوت جی اس اولین لینک لینک نوت جی اس هستش که شما میتونید اینجا حالا مثلا با ورژن LTS یعنی ورژنی که استیبل تر هستش و خب میشه بهش اعتماد بیشتری کرد برید اگر میخواید که خب واقعا دیگه ایج تکنولوژی باشید و آخرین چیزها رو بگیرید خب با 16 میرید خب ما میخوایم یاد بگیریم و این ورژن نامبره زیاد برای مهم نیست نمیخوایم مثلا شوگر سینتکس تکس ها استفاده بکنیم پس اگر من کلیک بکنم میبینید که حالا شروع کرد نود ورژن 14 رو دانلود کردن خب بعد از این میتونید نصبش بکنید و استفاده کنید ولی خب شما ممکنه که خودتون بخواید که حالا مثلا با دانلود اینجا ببینید که مثلا نسخه مک و حتی برای اینکه حالا چند بیتی از ویندوزتون رو غیره داشته باشید بخواید دانلودش بکنید و خب خیلی راحته بعد از اون فقط کافیه که برید داخل فولدر دانلودتون و رانش کنید و اجراش مسئله بعدی اینه که خب حالا شما با نوجیس هم تونستید نصبش بکنید اجراش بکنید تونستیم توی ترمینال باهاش دستوراتی که میخوایم رو اجرا کنیم میتونیم با وی اس کود, کود بنویسیم و اون کودا را داشته باشیم پس همه اینا میتونیم به هم دیگه وصل بشه که ما بخوایم حالا این نود جی رو باهاش کار بکنیم میمونه این که خب بعد از اینکه که نصب شد شما حتما مطمئن بشید که داخل حالا این ترمینالی که دارید حالا از هر نسخه که استفاده میکنید بتونید دستور نود ورژن رو اجرا بکنید خب شما مثلا ممکنه که اصلا به خاطر اینکه جاوا کار میکنید و خب مطمئنا مثلا وقتی با جاوا کار میکنید با npm کار میکنید حتما مثلا نسخه ای از نود رو داشته باشید این چیزهایی که ما داریم یاد میگیریم مسائل خیلی در از جنرالی هست خیلی مسائلی هستش که خب به درد میخوره برای چیزهای مختلف پس خیلی نگران این که ورژن مختلفی دارید نباشید و میتونید خب تمام مفاهیم دوره رو باهاش برید و کار بکنید پس شما ممکنه که مثلا NPM رو هم نصب داشته باشید پس میتونید مطمئن بشید که این دستورات نود و NPM ورژنهاشون دیگه نصب شدن داخل ترمینالتون و وقتی که این دوتا دوتا رو داشتید دیگه خیالتون راحته که دیگه تمام محیط کار میکنن و خب از این بعد میتونید تمام مفاهیم که تو دوره هست رو پیش ببرید حالا من اکثرا مباحثی که میخوام رو داخل فولر قرار میدم اینا رو داخل گیتاب هم قرار میدم شما میتونید درس به درس چک بکنید که من چه فایل هایی رو اونجا قرار دادم مثلا اگه کدی رو میخواید دوباره مرور بکنید یا حتی میخواید خودتون ترای بکنید من این پروژه رو داخل گیتاب قرار میدم و میتونید از اونجا هم استفاده کنید امیدوارم که دوره خوبی باشه و ازش لذت ببرید